چه جالب شد یه دفعه یخچال رو باز کردم، این دوتا کوکو سیب زمینی رو دیدم، دیروز درست کرده بودم. اوی 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 این دستم رو چیکار میکنم؟ مایه ناز نازی. خب های 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 زیبا از آلمان. خب تماس بگیر دیگه، آلمان هستیم. خوبه با هم یه قرار بذاریم بریم. اتفاقا چند روز پیش با دبورا حرف میزدم از آلمان بود. بچه اینو ببینید چقدر قشنگه، خیلی من اینو دوست دارم، این سیترون ملیسا. وقتی اینجوری اصلا اسکرین بگیرید از همینجا چقدر خوشگله. خب حالا خودم هم یادم باشه برم اسکرین بدون کامنت بگیرم یه موقع بذارم برای استوریا. خب چه خوش تیپی لعنتی. اوی 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 اوی. به به. خب ما اول چیکار کنیم؟ شیر قهوه رو بکنیم. اینم بیارم مشکله. اینقدر اینو خوش دستن. اینم من فکر کنم که میشه یه کاریش کرد نه؟ که یه ذره تنگ بشه. نمیدونم چی که فقط میدونم میشه یه کاریش کرد. نمیدونم چی کاریش کرد. ببریم به یه جای. یکی از بچه ها همین الان بچه ها برای من گفتش که میخوام به تو مکدونالد یا برگر کینگ، چیزی که جایی که من بگم چند سال، خیلی وقته، خیلی وقت اصلا نرفتم. حالا شاید رفته باشم، مثلا تو یکی از بچه آنی چند ماه پیش که رفتم تو مکدونالد کار میکرد، اونجا کار میکرد، رفتم دیدمش، گفتم غذا مزانه ها. حالا این گفته من تو رو میخوام مکدونالد یا برگر کینگ و اینا دعوتت کنم. همین الانم قبلش گفت واریز میکنم. یه دفعه دیدید من رفتم مکدونالد، کسی که اصلا همونطور که رفتم دونر خوردم مکدونالد هم میرم میخورد، براتون لایف میزم اگه رفتم. حالا بریم دیگه، یه بارم بریم دیگه فست فود و اینجور چیزا. بعد حالا فردا هم، فردا نه پس فردا هم بهروز میخواد بیاد. بچه بهروز اومد که میگه میخواد خودش رو شیک بود. خب اصلا شیک هست، شیک و خوشتیپ و اینا هستش، ولی دیگه میخواد اکسترا برای شما شیک کنه خودشو. بعدش میاد لایک میذارم دیگه، همه تون دیگه به سمتش حمله ورشید دیگه. خوشتی خوش صحبت. خب مؤدب نمیدونم چی اینو ببین چه جوری بریدم. آه کی میری خونه احمد؟ وای بچه احمد دیروز، سمیرا با احمد دیروز حرف زده، چغلی منم کردم. حالا یکی از بچه ها که قراره بیاد منتظرشیم، امیدوارم فقط را بیفته بیاد. رمو تولدش روز دوشنبه، نگفت من تو رو دعوت میکنم، که گفت روز دوشنبه اینجا باید باشی. حالا برم خونه رمو، خونه احمدم سعی میکنم بمونم، ببینم این آرش هم که داره میاد برنامهش چجوریه. ولی خلاصه تو این چند روز آینده، دوشنبه سه شنبه خونه احمد میرم. ولی برم من خودم رو آماده کنم. یه بار سر یه قرض به سمیرا گفته زیبا، یه بار بهش گفتم این پولو نمیدی، رفته جلوی من، یادم نمیاد این شاید، ولی اگه میگه حتما انجام دادم. میگه رفته دم در، یه اسخرنامی بود که حالا داستانش هم مفصله، احمدم خیلی بدش میمد ازش، ولی خب هیچ وقت نمیگفت باش ارتباط نداشته بود. اصلا هیچ وقت احمد چنین جمله نمیگه. حالا چجوری بخوریم؟
ببینیم چه جوری بخوریم. من یه فکری کردم، وگرنه من تا آخر لایو اینا رو میخورم به جای این کتلته. بذاری بیارم اینو، بذارم جلو. بیا جلو اینو بیاریم اینجا. نونا کتلت چون تو برو کتلت که نه کوکو. بعدش بهروزم گفته که من میخوام غذا بیارم. گفتم حالا بذار جمعه حرف بزنم، نمیدونم که چی میخوام که بخوره. امیدوارم یه غذای ساده بپذیره. خب و اما آها و اما یه کوچولو کره بذاریم، یه کوچولو ها، فقط به خاطر که این بچسبه. این بیاد اینجا دیدن درن 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 ده 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 ده. خب این بیاد اینجا، این بیاد اینجا بریده بشه. اینجا بریم برتر. موها چه نازه، مرسی مرسی. حالا سیما گفته که دست نزن، یه مدت اول خوب نیست، بعدا خوب میشه. خب این اینجوری. ای وای چه سخت خوردنش. و کچابی که اکرم داده بریزیم روش. ای کچاب به چاب ریختنم بلد نیستی، نریزی دیگه. اون موقع متین میخنده و بچه های کوچولو که نگاه میکنن ریسه میرن از خنده. نریز. اوه خب اینم از اوه. یه کوچولو هم مایونزی که معلوم نیست مال عهد کدوم، امیدوارم تاریخش نگذشته باشه. مایونز اینا نمیخورم که من. 40% یوگورت. آفرین آفرین، خوبه. کالوری خیلی پایین. پروسد فلان نه، کالوریش هم خیلی پایین نیست. 400 و حالا دیگه ولش کن، کالوری مالوری رو ول میکنی. تاریخ 22 دو ماه پیش تاریخش گذشته. نوا الان 4 ماه پیش گذشته. 11 11 22 اصلا فکر نمی کردم. حالا دیگه بیایید جوکه که درست کنیم زیرش. یه ذره بخوریم ببینیم که اصلا. ولی بعد از لایف باید بندازمش دور دیگه. زیبا نخور نخور، زیبا نخور نخور. بخورم نه. یکی گفت بندازش دور، یکی گفت نخور. دیگه نمیخورم، نمیخورم، بیا نمیخورم. یعنی بعد از لایف میخورم. نه یکی گفتم نمیخورم. اینا رو هم نمیزم دور. حالا اینا رو میخورم که اشکالی نداره. خب اتوان اومدم از شما نظرخواهی کنم که بخورم یا نخورم. دیدم گفت قبل از نظر خواهی ما رو این تهش رو بخوریم دیگه. الان ماریا بود، ینس بود، میگفت بخور بابا بل کن اینا همشون. چیزه هیچ وقت به تاریخ نگاه نمی کردن، نمی کنن اونا. همیشه ینس که فوت کرده حالا، ولی ماریا همیگه ما پروبیره میکنیم خودمون میفهمیم یه چیز خرابه یا نه. لیفم
پولش بدم باشه. چه پولش بدم؟ آدر با من ارتباط نداره که من والنتیر پالانتر والنت والنتاین شما میگم والنتیم. جواهراتت خیلی قشنگه، وای با جواهرات، جواهرات من باشه. بچه شیر، شیر قهوه. احمد به چی داد؟ من و احمد نه برای تولد هم، نه برای این روزها، نه تبریک میگیم، نه عید و تبریک میگیم، نه اصلا. احمد میدونه من اینا رو اینجوری نیستم. میگه هر چی دوست داری بگو همون موقع جدا از این مناسبت ها. یا ممکنه بگم آره یا بگم نه. وقتی گفت نه نه سی سوسی زیبا جواهراته. راست میگی، امیدوارم. بزنم خورت بدم اینم پوستشو، بزنم خورت بدم. زیبا رومانتیک بازی دوست دارم، نه علکی به ما القا بشه، رومانتیکی که خودش پیش بیا. من انقدر رومانتیک بازی دوست دارم، خودمون هم انجام میدیم، نه به خاطر والنتاین یا نمیدونم روز فلان روز بهمان، به خاطر حس خودمون این کار میکنم. اون گردنبندی که فرشته داد به من نقره بود، اون سنگش هم مثل این که یاقوت بود. تو هم عاشق سیر ترشی هستی، همینطوری بخوری با اینش و اینش، با اینش هم رفت تو رفت. گرونه باشه، گفته بود امیدوارم گرون باشه. ما یه ذره پوز بدیم بگم ما جواهرات داریم. تا امروز که نمیدونستم جواهرات دارم، شما گفتید بدونم فاز فردا بگم. بریم نشون بریم بریم چیز. ولی او او سوخ، یعنی اصلا سیر ترشی رو تو معده او سیر ترشی رو زیاد نخورم، مثل اینکه اینم بلد نیستیم چجوری باز اینجوری دیگه. آه دوباره رفت، زیاد شد. این چه زیاد میاد؟ قبلا ما یه دونه داشتیم چیزه
خب اینم از این. اینو این آتیش هم میتونه بخورم دیگه نخورم میدار پدر شده. اما دوست داشتم دیگه نمیخورم. برو اونجا تو رو نبینم. برو پشت موبایل. راست میگه شیر. شیر قهوه یادم رفت. با پوستش خوردم. آره من سیر رو با پوست میخورم. خیلی خوبه. اوه دیگه بسته برای امروز. یعنی سیر ترشی بسته ها. اونم که از مایونزمون شد. اینم نصفش رو میذاریم برای پنیر. خوب بابا خیلی سخت ریختنش. ای خوب باشه. خوب دیگه تو هم برو اونجا. یه ذره فرق میکنه. اینکم که هی فکر کنم من یادم رفت دوباره یه چیزی به من فرشته داده گفته اینو بزن دور چشمات. بعد روشو خوندم نوشته بود دور چشماتون بذارین بعد از یه رو 15 دقیقه بشوریدش. مثلا با نمیدونم چی از این از اینایی که پاک میکنن. منم از اون پاک کننده ندارم. حالا خوردن این چقدر سخت شد. حالا میخوایم اینجوری بریم مکدونالد لایف بذارم برای شما. مکدونالد مکدونالد میرین کم وقت نرفتم. نزدیک خونمونه. شیر و سیر و همه با هم دیگه نمیخورم. نه حالا بدن من اگه خودش نخواد چیز میگفت چی میگم محسن کارخانه میگفت زیبا عسل رو من با خربوزه خوردم. میگه مردم میگن خطرناکه ولی من خوردم. گفت خیلی هم خوشمزه است. گفتم خب حالا خربوزه از کجا بیاریم. زیبا چرا تو لایو سحر گریه کرده؟ راستش خودم هم نمیدونم. گریه هم خیلی هاشو علتشو نمیدونم. توی ترکیه که بودم گریه کردم یه بار. خونه مژگان تا وارد شدم اومدم بغل کنم مژگان. اون اتمسفر اون فضا اون یه دفعه من به جای تو بغل اونا گریه کردم. عکساش هست تو کانال. بعد رفتم یکم تو بالکن اینا. نمیدونم چرا دوباره علتش هم نمیرم. خودش میاد دیگه. خودش علت مشخص میشه یه ذره. مثلا من الان چرا سیر میخورم؟ چرا امروز شیر قهوه خواستم بخورم؟ یه حس بود دیگه. اما
میتونم یه سری ربطاشو بدم، مثلا اون تصویرایی که تو ذهنم میاد. بچه ها کلمه قشنگی رو گفتن، همزاد پنداری. رویای چیزایی رو در وجود من ایجاد کرد، وجودش، حرف زدنش، برخورداش، شرایطش، کارش، حالتاش. توی شرایط روحی خاصی من رو برد. بعد که داشتم اونا رو می نوشتم یه دفعه گریه کردم. گریه هم جا... اصلا تا بعد از ظهر همینطور راه می رفتم، کار می کردم، یه دفعه می دیدم اه اشکام داره جاری می شود. من حتی دوست دارم، من حتی دوست دارم، خوشم میاد. هرچند یکم بعدش سرم سنگین میشه، ولی دوست دارم. علت واقعیش رو به تو نمیتونم بگم، نمیدونم، چون میتونم حدس بزنم، میتونم اون چیزایی که باز تو ذهنم میاد بگم، ولی اینکه این احساسات من یه دفعه چرا بروز میکنه اینجوری، هرچی بود قشنگ بود، هرچی بود قشنگ بود. یکی از بچه ها آها همینه که مکدونالدو به من هدیه کرده را، یه وعده، گفت یه مکدونالد یا برگر کینگ میری با یه سیب زمینی، با یه دونه نمیدونم نوشیدنی، یه چیزی از این چیزهایی گفته که حالا میرم اونجا یه چیز دیگه با پولش میخورم. گریه صحنه یه تنگه. اگه من دلتنگ کسی بشم گلامو میندازم هوا. بیشترین حالتهای من به خودم برمیگرده. بالاترین حسی که من به آدمی دارم خودمم. بعضی موقع این حالت ها ما یاد باز خودم میندازه، یه دفعه انگار باز دوباره من فکر کنم اونو باید میشستم. 15 بایستید با شما بریم بشوره، بیان با شما، شما هم ببرم بعدا میان بقیه نمیخوریم. اون چیزی که نوشته شده گفته که بعد از 15 دقیقه اینو بشورید. من یادم رفته بشورم، فکر کنم اونه که لیز میخوره. این چیزا رو به من، اینا رو به من داده، گفته خیلی خوبه بزن به چشمات. خودش خرید، گفت اینو من برات هدیه میخرم. گفتم حالا بذار اینا رو بخریم بینیم، حال صورتم بشورم. بعد یه چیز جالبی هم که گفت، گفت ترکیه چیزا کوریا نوری اینجا رو کم روشن میکنم، همه چی آرومه. خودم رو نگاه کردم احساساتی شدم مثلا. خب یه چیز بامزه ای که فرشته برگشت و گفت یه دوست تایلندی و کره‌ای و اینا داشتم، گفتش برای اینکه صورتتون خیلی خوب باشه با آب، چون با آب یخ صورتتون رو بشور. چون من اونجا هم خونه فرشته هم خونه سویلا دیدم آبشون خیلی یخه، منم خیلی دوست دارم آب یخ چیز کنم. و خونه من چون طبقه دومه آب یخ، آب اونقدر یخ نیست. خب باید اولشو بذارم، اینم اینجوری تو این کاسه و مثلا اینجا بذاریم بره برای اینجا که آب استفاده بشه تا این یخ بشه. حالا اینم صابونیه که کدوم خوشگل به من داده، اینو یادم نیست، شری داده، کی داده، خیلی خوب بوده، هر کی داده. به جای کندنس موندنس، کندنس موندنس اینا رو بشوید. هر وقت صبح بلند میشم
آب یخ میزنم به صورتم دیگه، یعنی آب خیلی دوستم آب سرد باشه. در خونه فرشته و سهیلا خیلی خوشم میمه، آبشون سرد سرد. حالا این هم گذاشته بودم برای مهمون، مهمون بعدی که میاد بدونه که من پولش استفاده کردم. حالا بیاریم ببینیم که بذاریم فعلا اینجا. امیدوارم حالا دیگه بکنم برای عینک هم باید یه فکر اساسی بکنم، اینجوری نمیشه. خب میام الان شما رو ببینم که آره ببینید لیزه اینجاش. حالا بیایم های به هایتون، های به هایتون، های به هایتون. بیاد دوباره انگار که تازه من های به هایتون. چقدر خوب شد صورتم رو شستم. ساندویچ تموم شد؟ باش اشکال نداره، تموم شده دیگه. آره زیبا ماسک نذاشتی؟ یه بار یه ماسک گذاشتم بلدم نبودم بچه ها، اومدم عکسش رو گذاشتم توی چیز، یه بار گذاشتم تو گروه بچه ها، گفتم بابا دور چشمتو نباید ماسک بذاری. بعدا رفتم دیدم راست میگن توی این چیزا که دور چشما رو ماسک نمیذاره. حالا از این ماسکایی هستش که هستش دیگه، ببینیم ماسک بذاریم هم خوبه. ماسک خوبه، امیدوارم که منم انجام بدم. بیام سوالش ما. خیلی بیان قوی داره زیبا، دانش و علمت مرسی. زیبا چرا فقط شبا لباس نمی پوشی؟ خب برای که روزا یخ میزنم. روزا اینم اضافه می پوشم. شبا که لباس نمی پوشم میخوابم زیر لحافم دیگه. ماستم بذارم، ماست رو دامیم بذارم میخورم. ماسکایی هست که فوزیا برده از قبل، دیگه اونا رو هی گذاشتم این جلو که اگر یه دفعه چشمم خواب بذارم. نودالیتو نفهمیدم. بابات فوت شده گریه میکردی؟ بابای من فوت نشده که. حالا بذار فوت کنه بعد ببینم گریه میکنم یا نمیکنم. این کتلت نیست، سیب زمینی بود، کوکو سیب زمینی بود. دو تا تخم مرغ آوردم با این دو، پنج تا سیب زمینی بود، یکم هم سبزی و این چیزایی که داشتم و زدم بهش، نعنا بود و رزمارین بود از این سبزی هایی که زدم و زردچوبه همه. از فرح افغان چه خبر؟ خبری ندارم ولی محسن کارخونه باهاش در ارتباط. کوکو رو چجوری پختی؟ تو روغن دیگه، یه ذرم روغنش اضافه مونده بود، پیازی پیازم بغلش اما انداختم پیازه رو تو اون ساختم. اون موقع که زینب بودی به نزدی دادنم اعتقاد داشتی؟ یادم نمیاد خودم نظری کرده باشم،
خیلی زینب خوبی بودم. زیاد الان یه فکرشو میکنم، برم نظری پذری و ببر بده، آش بده، شالوله بیار. اینو بچه بودم انجام میدادم. من قبل از اینکه تو 12-13 سالگی اینو میخواستم تمام یه کاری کنم، فقرای جهان رو نجات بدم. مثلا بچه، افکار بچگانه خودم. پولامو جمع میکردم مثلا برم به فقیرا کمک کنم. بعدم فهمیدم که، خوشبختانه فهمیدم که این چیزا رو بذار کنار بابا، بذار برای کلیسایی ها و برای خیران، انسان های خیر زیادی که هستن. جالبه تو دوره زینب این کار نمی کردم. خودم هم خیلی وضع خودم خراب بود، خیلی فقیر بودیم ما، همه چیمون از دست داده بودیم، من و جمال، همه چیمون. یه اتاق که مادر شوهرم داده بود، در حمومم تو اون اتاق باز می شد. من و جمال یه شب، ما من یادم نیستش که اصلا یه شب ما با آرامش با هم دیگه خوابیده باشیم. دو تا بچه هم که همیشه پیشمون بغلمون بود. اصلا من نمیدونم که اصلا واقعا جالبه از نظر جنسی و اینا به ینس میگم، به ینس، به جمال واقعا ماهی یه بارم یه سکس هم نمیکنم، چقدر عاشقانه دوستم داشت. بعد ما بیامون خودمون گزایی بودیم که باید به ما نظری میدادن. بعد وقتی نگاه میکنم میبینم تو دوره زینبم فکر این نبودم که نظری بدم و اینا، میپذیرفتم اون نظری دادن اینا رو، بعدم نمیمد، ولی اینکه خودم یادم نیست میکنم. از مسخره ترین کار هست. یه بار که رفته بودم اون دوران، دیگه داشتم از دوران زینبی هم میگذشتم، ولی هنوز رفتم تو این نظر چیز دوره های مال امام حسین و اینا بود که هی میخواستم، هی دیدم قیمه اینا میخواستم بدم، هی دیدم روزه مگه تموم میشه، تموم نمیشه، تموم نمیشه. رفتم اونجا گفتم خانم من برای غذا اومدم. جالب بود این حرف رو زدم، گفتم کی غذا میدید، من برای غذا اومدم نه برای روزه. خب اینم از این. ملیسا تیترو ملیسا خوشگل جونم بیا. بسیار عالی. چطوری چند سال تو آلمان زندگی میکنی؟ بلد نیستی آلمانی؟ خب برام مترجم بیارن دیگه، مترجم بیارن. من بابای من، وای خیلی از بابام خوشم میاد، خیلی جا چیزا ازش یاد. رفته بود آلمان، کانادا، بهش گفته بودن انگلیسی بلدی؟ بعد گفته این هم برگشته بود گفت شما فارسی بلدی؟ خب شما برید فارسی یاد بگیرید. این همه وقتی که این چیز اومده بودم سال 2015 که در مرزا رو باز کرده بودن، هی آدم ها اومدم، خیلی آدم اومد دیگه آلمان. بعد کسایی میرفت، همش میرفتن داوطلبانه یه سری به مهاجرا کمک کنن. به منم گفتن خب من قبلا خیلی مترجمی بکن فلان کن. گفتم این همه نسل جدید فلان بهمان، اصلا من آلمانیم خوب نیست که. خوشحالیم که آلمانیم خوب نیست،
البته خب در حدی که مثلا من برم ترجمه وکیل نمیدونم این نمیدونم خیلی کاراشون قبلا انجام میدادم. بعد الان کسی میخواد با من صحبت کنه، خب مترجم بیاره. مجبور نیستید که حتما با من صحبت کنید، ما پاس شما رو هم نمیخوایم. خوبه؟ آلمانیمون هم بد. چقدر دروغ میگی باشه. آلمانیمون خوب. ادمینای زیبا دیشب به خاطر رویا به خاطر پول دادن به رویا خیلی ناراحت شده بودم. انقدر دوستشون دارم ادمینامونو، هر کدومشون بیان بگن زیبا ما معادل اون پولی که دادی به زیبا به رویا ما از تو میخوایم، بهشون میدم. شما فکر کردی نمیدم؟ حالا اونا ناراحت شدن مثلا برای فکر میکنن چی هست، برای چی ناراحت شدن؟ بی خود من سمیرا سحر وحید و بیشتر بی خود دوستشون ندارم. خیلی مونده بفهمید که کجا رسیدم. چرا انقدر میخوری؟ تازه اولش از این 40 دقیقه تازه برای 20 دقیقه دیگه هم باید خوردن من تمام کنم. یه مسئله هست در مورد فرانسوی ها میگن، میگن ایرانی ها 24 ساعت وقتشون رو میذارن توی آشپزخونه، ساعت ها تا یه غذا درست کنن بشینن با هم بخورن. اون غذایی که 24 ساعت براش وقت گذاشته تو نیم ساعت تمومش میکنه. فرانسوی ها نیم ساعت برای همون غذایی که میخوام بخورم وقت میذارن، یه ساعت میشینن اونجا، 2 ساعت میشینن همونو با آرامش میخورن. حالا من که الان خودم هر روز باید مثلا باید من یه دوستی داشتم خیلی جالب بود، اصلا سفرهشو چیز نمی کرد. رفته بودم خونهش، گفتم خب غذا تموم شد دیگه، جمع کن بذاریم تو یخچال. گفت نه 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 جمع نکن، بذار باشه. حالا نیم ساعت، یه ساعت، همین اصلا بذار همیشه باز باشه مثل سلف سرویس. بعد میرم اینه 3 ساعت نشستی داری یه دونه کافه هم مثل من نیستم. من یه موقع میرم توی کافه با یه کسی، میرم اون هنوز یه نیم ساعت داری میخوره، من قلب 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 تموم کردم. یه سر جنبش آهستگی، جنبش آهستگی. اینم مال خودت فرشته بودا. فرشته مرسی، چقدر خوشگله. گفت اینقدر زدی همه خوششون اومدن، بردا ببر. با آذر حرف میزنی؟ خب اون جواب، اون آذر با من حرف نمیزنه، چی کارش کنم؟ به فوزیه گفتم فوزیه آذر خیلی دوست داشت با تو آشنا بشه. اول من گفت نه من لایواتون رو دیدم خوشم نمیاد فلان یه سری چیزا. گفتم یه کم از آذر تعریف کردم، گفتم بابا آذر خیلی خوبه، آذر خیلی نزدیکم هست خونش به تو. دیدن دیدن دیره این شروع کن. بعد نه این خورده به کتلت. آی
مجبوریم اینو برداریم. اینم خیلی کوچیکه ولی خب خیلی عالی. آه چقدر کوچیکم. اوه نفسم فقط بلند نشه. بعد یه ذره حرف زدم از آذر، تعریفایی که کردم گفتم نگاه کن من از چیز اومدم، از ترکیه اومدم، چیکار کرد، چه خونش خوب بود، چرا نمیدونم چیا درسته، خیلی تعریفا کردم دیگه. بودم اون جنبه های منفی شو من بهش گفتم تموم شد دیگه، گفتم جنبه حرفامو زدم من، حالا تموم شده، شستم خیلی بهتر شده. بس سکوت کرد، احساس کردم یکم به زودی مثل فریدا با آذر ارتباطش رو برقرار میکنه. فوزی اینقدر دوست دارم این سیترون مریسا رو نگاه کنم. چرا اونقدر با وله سیب میخوری؟ خب چیزی بخورم بسیتو بخورم. من آذر خیلی زن خوبی، آره خوبه. ستاره گفته اسم زیبا رو نیار. آره با چیز دوست شده ستاره، با سحر دوسته حرف میزنه. ستاره به آذر گفته به سحر اسمشو نیار، خواهش میکنم سحر جان نگو که من دیگه مام گفتم سحر بذار یه سر استراحت کنم. خب اینم از این سوالایی که دارید. از بابا بله میخوری؟ خب آره بله بابا بله میخوری. چای بهلیموس نه، چای سیترون ملیسا. ملیسا نمیدونم چیه، بهش چی میگه ملیسا. اینم به من یه آذر داده. امروز حال خودت نیست بابا. من هر روز حال خودم نیستم، من هر روز یه حالی دارم. من روزم جلوی من اینجوری میخوری، خب روزتو بشکن با من بخور دیگه. بچی روزه میگیری آخر؟ صد کیلوی اشکاله. راستی ستاره هم قهری؟ نه من قهر نیستم، اون قهره. من حرفامو زدم همون موقع ناراحتیم رفت شد، اون حرفای منو برده. دستبندت خوشگله، خوشگل گذاشتی. آره دستبنده ما اینا همشون ستن. اینه 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 اینم که همینجوری اومده تو قاطی اینا ست شده، اینم همینجوری اومده آبی شده. خب زیبا خیلی دوستم. شده یه دفعه لایف بذاری چیزی نخوری؟ بله قبول داری خیلی زندگی رو خراب کردی؟ بله باید بازم خراب بشن زندگی های پوشالی، زندگی هایی که توی ظاهرش خوبه باطنش گنده، کاغذ کادوه. یه هدایای کاغذ کادوه خوبی وقتی باز میکنی میبینی هیچی نیست، یه چیز مزخرفه توش، این کاغذ کادوها رو باید پاره کرد. خانم با کلاس قشنگ میخوریمش. دلت برای پدر مادر تنگ نمیشه؟ بابا من دلم برای هیچ که تنگ نمیشه، چه پدر مادر. من از پدر مادرم بی نهایت تشکر میکنم برای که منو ترد کردن
و بسیار خوشحالتر می شدم، زودتر منو طرف می کردم و دیگه اصلا می زاشتم پرورش کن بهتر خوشم راحت می شدم. آره بیام پدر مادر هستم. برادر خواهر اینا اصلا مفاهیمی ندارم برم. الان شاید تحته های وجودم وقتی با رویا حرف می زدم برخورداش، حالتهاش، صحبتهاش منو که برد دوران سیبا، دوران البته این سنم به دوران زینب من میخورد، ولی اون اتفاقی که باعث تو درون من ایجاد کرد مربوط به دوران سیبامه، البته مربوط به دوران زینبم هم هست، اما منو برد اون زمانی که من خیلی خانوادهشم دوست داشت. خیلی یاد این افتادم که من اصلا چقدر خانوادم رو دوست داشتم و چقدر این دوست داشتن دردناک بود برام. چقدر راحت شدم الان، چقدر راحت شدم. همش فکر می‌کردم این مامان من الان ممکنه بمیره از بس که ناله میکرد، از بس که مریضیاشو بزرگ میکرد. بابای من بعدها من فهمیدم، نگاه کردم گفتم اه چقدر ما احمق بودیم ما بچه ها، چقدر احمقانه غصه میخوردیم، چقدر احمقانه اینا رو دوست داشتیم. در واقع دوست داشتن عشق میمونی بود دیگه، روی نیازمون بود. پای من میگودم اه من چقدر برای بابام که مثلا فرض کن یکی پولشو خورده، نمیمدیم بگیم که نمیمد بگه که من چقدر پول کسای دیگر رو خوردم که ما بگیم اه. یا مثلا یه دفعه چجوری ثروتمند شدی، یا مثلا توی که 1,000,000 دلار یه دفعه تو ترکیه پولتو میخورن و چقدر داری که اینقدر اونو میخورن، چه مسائل چه چیزه تو نمیفهمیدیم که همیشه. بعد یه دفعه بودم اه چرا اینقدر بابای من پیش کسای دیگه یا مثلا کسی که میخواد پوز بده آبسرا داره، اونجا داره، اونجا چیز داره، اونجا داره، پس چه ما اینا رو نمیبینیم؟ ما همش ناله هاشون رو میبینیم، ما همش ناراحتی هاشون رو میشنویم و همش باید قصه بخوریم. تا بیام ولی به اون دوران رفتن یاد خانوادم که نیفت، برای اونا که دلتنگ نشدم، که برای ناراحتی های خودم و این حالت های نمیدونم دیگه، خلاصه خواستم. یه بار دیگه یه دختر اومد به اسم عرفانه از زنجان. این گروهی که ما داریم همین عرفانه درست کرد، عرفانه درست کرد. الان چند ساله؟ 5-6 سال پیش انقدر من دختر رو دوست داشتم، اومد گفتش که من با شوهرم مشکل پیدا کردم و میخوام یکم جدا چیز بشم و حالا کار ندارم. بعد گفت مامان من به من یه بار قرض داده، همش تو سر من میزنه. گفتم چقدر بهت قرض داده؟ گفت 6,000,000. اون موقع 6-7 سال پیش. گفتم بیا من این 6,000,000 رو بدم بهت، نذار مامانت هی تو سرت بزنه. یه جریان دیگه ای هم پیش اومد، بازم بهش پول دادم، کلن شد 11,000,000.
اگه شما از این 11 میلیون چیزی دیدید، منم دیدم. این سال گذشته یکی از کسایی بود که تو بچه ها همه رو میشناخت، بچه ها رو میشناختن، بچه ها تو دور همی ها، این اون نمیدارم چه چیز، فقط به خاطر چی این کار رو کردم؟ برای اینکه تو سرش، مامانش تو سرش نزنه. دختری بود کتابای منو چاپ میکرد، دختری بود که یه کارای کرده بود، ادمین من بود، خیلی دوستش داشتم. الان نه ها، الان بره گم شه، بره بمیره، حال به هم زنه نکبت، نمیره. این کلمه مردن ازش میاد، بره گم شه فقط. عرفانه بود دیگه نه؟ اون موقع با خودم گفتم که این تو سری، تو سر زدن مادرها، یاد این افتادم که مامانم گفت 40 سال تا از 40 سال به بالا دیگه اومدیم، یعنی من یه دفعه وقتی این دختر هم محبت خودش به مادرش نشون داد، هم گفت هر اتفاقی بیفته از خانوادم من نمیگیرم این پولو، یاد این افتادم که من حاضر شدم حتی واقعا از هر غریب، از هر آدم، از هر کسی، اون موقعی که پول بیمارستان منو توی آلمان اومدم اینجا، من 3 ماه بستری شدم، بعد یه دفعه 18,000 مارک صورت حساب برای من فرستادن، چون من پناهنده نبودم که، من اینجا اومده بودم برای که خواهرم ببینم. یکی از دلایلی که باعث شد که من پناهنده بشم همین مسئله بود که من، بعد اونجا شوهر خواهرم گفت 18,000 مارک چیزی نیست برای آقای نوبری، چیزی نبود برای اون، برای من یه چیزی بود، برای اون رابطه‌ای که با پدر و مادرم داشتم یه چیزی بود. بعد اینا یادم انداخته بود عرفانه رو، گفتم بذار تو سرش نزنه که یه 6 میلیونی داده پدر این دختر در نیاره، حالا هم که با شوهرش هم مسئله دار شده، ولی این که بعدا یه کارهای خوبی هم کرده بود در زمان خودش، ولی واقعا بره گمشه، فعلا بره گمشه. حداقل در اون زمان من این فشار رو برداشتم از روش که به مادرش بگه که بس دیگه، بیا پولتو بگیر برو، انقدر تو سر من نزن. شما فکر میکنید من میمیرم برای بچم، من میمیرم برای شوهرم، من میمیرم برای نمیدونم، همه شر رو بر رو بر چرت و پرتم. منت گذاشتن، یه رستوری دارم در رابطه با منت گذاشتن. میدید چرا کسی منت میذاره؟ چون ارتقا به کارش نداره. من الان بارها و بارها الانم تکرار میکنم، هیچ کدوم از بچه هایی که در ارتباط با من هستن به مهدی زارعی نگن که قرض داره به زیبا. مهدی زارعی به من قرضی نداره، من اون کار رو کردم برای یک هدفی که خودم داشتم، قرض ندادم. من بالای 30 و خورده میلیون که به حسن بدرقه دادم قرض ندادم، برای یک کاری که برای خودم میخواستم در رابطه با، حالا اون کاری که من میخواستم، هدفی که داشتم، اینا در اون راستا حرکت نکردن،
من که نمیتونم بیام بگم که پروژه‌ایه که خودم شکست خوردم، پروژه‌ایه که خودم شکست خوردم. من قرض به اونا ندادم. نرید بگید پول زیبا رو پس بده. اگه در یه رابطه میام با مهدی زارعی، الان با مهدی زارعی نمیخوام اصلا ارتباط داشته باشم، بیا قشنگ بشینه بنگ بنگ میگن دنگ بنگ بنگ میگن دیگه، فکر کنم بنگه، بساط بنگش رو بذاره قشنگ خیریاکش رو بکشه و مثل آرش سرخپور که من 1% احتمال نمیدادم این سحر رو ببینه، بشینه تریاکشو بکشه، فیلسوفانه نظر بده، تحلیل بده، تحلیل کنه، این کارا رو بکنه. ما دیگه اون پروژه خودمون رو شکست خورده اعلام میکنم، ولی چیزی نیستش که شما میرید الان یه قماری میکنی. نمیتونی بیای بگی که من چون باختم پول منو بدید. نمیشه. من در پروژه با این دو چند نفری که داشتم شکست خوردم. روی شکست ها ماری کوری 30 بار شکست خورد. 31مین بار موفق شد. حالا ما هم شکست میخوریم دیگه. شکست لازمه یه روش مسیر منه. ولی عرفانه قرض گرفت، عرفانه میتونست خیلی راحت بیاد بگه زیبا من توانایی اینو ندارم، در قبالش یه کار عملی بگم، ولی خب فرار کرد رفت، فرار کرد رفت. عرفانه چی بود؟ اصلا تمام اون رسید مسیدایی هم که به من داده بود و پاره کردم انداختم. عرفانه کوفت و زهر مار چی 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 بود؟ من تمام کارهایی که میکنم برای دل خودم. الان دنیایی بیاد بگه فلانی سرطان داره، داره میمیره، میگم خب بمیری زودتر، منم خواستم بمیرم، به من کمک نکنید. یکی بگه اجاره خونم بالا اومده، فعلا من بلاکشون میکنم. من نمیدونی بچه‌م فلانه، چشمش اینه، نمیدونم چیه، نمیدونم به اون کم. من کمک به کسی نمی کنم. من آخه کیم که کمک کنم؟ من کمک نمی کنم. من برای دل خودم کار می کنم. اون کلیک باید بیفته. برای همین در رابطه با رویام همون لحظه اول، برای همین به احمدم نگفتم. احمد شد ناراحت هم شد، بعد هم گفت زیبا سر اصغر یه پسری بود که فلان و اینا اومد، من بهش گفتم من نظرم اینه پول ندی. بعد دم در گفت احمد گفت پولو نده ولی من بهت میدم. خیلی احمد ناراحت شده بود، گفت یه ماه با زیبا حرف نزدم، مردم پول منو خورد، کار نره. بسیار مرد بیشوری بود، ولی اون لحظه من احساس کردم باید این کار بکنم. یه موقع حرف احمد حرف میزنه، دیدید کلیک میکنه، در واقع همون حرف دل من میشه. میگم احمد چقدر خوب شد این حرف رو زدی، به دلم افتاد. اینه که
کسی منت میذاره روی کس دیگه که برای دل خودش کار نکرده باشه. بعد میاد میگه من برات این کارو کردم، من تو رو زاییدم، من به تو نون دادم، من تو رو فلان کردم، من تو رو فلان. منت میذاره، خودش رو تحقیر میکنه، نادانیشو به اثبات میرسونه. من حاضرم شکست بخورم ولی خودمو تحقیر.